نخستین که گاوپرست هندو، بت‌پرست هندو بیچاره کاری به ما ایرانی ها نداشت. چون من میدونم این کامنتی هم که گذاشته شده از سوی یک بچه مسلمان و احتمالا از این ولایی معاش ها هست، میتونم بگم هم زبان، چون من امثال شما ها رو ایرانی نمیدونم، میتونم به پاسختون بگم که اصلا به جای 1 میلیارد بیان 10 میلیارد آدم خار وجود داشته باشن، باورشون هم این باشه که سر دختر بچه ها رو ببر. این به هیچ عنوان جایگاهی رو به این نمیده که بگیم خب حالا که انقدر پیروان دارن بنابراین اینها خیلی جای احترام دارن و دارن کار بزرگی میکنن. اتفاقا بخش به ویژه بخش نخبه توی هر جامعه ای روی کیفیت تمرکز میکنه نه روی کمیت. شما میتونید تولید بکنی یه مجموعه بزرگی توی بنگلادش و پاکستان که طرف میاد توی همین کشور اروپایی داره درس میخونه، بعد میشینه صحبت میکنه میگه آره اسلام خیلی خوبه به خاطر اینکه وقتی طرف چند تا زن میگیره خیلی از زنها بی شوهر نمیمونن، گله گله هم بچه میارن. شاید تا همین منوال پیش بره شاید جمعیتشون از چند میلیارد بالا بزن. این رو نمیرسونه که خب پس اینا دووم آوردن، پس اینا خوب هستن. خوب خیلی از جوامع بدوی هم تونستن دووم بیارن. مغول ها رو در نظر بگیرید که حمله کردن، بخش بزرگی از جهان دستشون گرفتن. حالا شما هم زبان مسلمان اگه فکر میکنی که صرف این که یه جامعه صرف این که تعدادش زیاده پیروان زیادی داره پس چیز خوبی است، دیگه من فکر میکنم که به راستی اگر که مسائل مشکل هوشی بهره هوشی شما نباشه، گرفتاری های ترس های درونی و باورهایی است که به خوردتون دادن خودتون باید بیاندیشید. من در کل با امثال این شخصی که یک همچین کامنت رو گذاشتم من به شخص سخنی ندارم. راه ما از هم جداست. ما به این نتیجه رسیدیم. من خودم میگم، آروین آدریان میگم، سخنایم دارم میگم، سخن جنبش رو نمیخوام بگم، دیدگاه خودم رو میگم. شما الله پرستا و مسلمان ها 1400 سال جامعه ایرانی رو، آریایی ها رو استثمار کردیم، بچه هامون رو دزدیدید، مردمون رو سر بریدید، زنامون رو به بردگی جنسی بردید. تا همون قطره پایانی خونی که در وجود خودم شخص داشته باشم جلوی این ایدئولوژی ضد انسانی احمقانه و به دور از انسانیت شما نیستم. اگه میخواد 3 میلیارد باشین یا 1 میلیون باشید هیچ ارزشی ایدئولوژی شما برای من به شخصه نداره و خیلی از ایرانی ها کمر همت بستند که کشورشون رو از شما پس بگیرن. ما بسیار به شما کرنش و افتخار میکنیم اگه که تشریف برید چمدونهای خودتون رو ببندید برگردید برید به بیابانهای حجاز. خب الان هم که تکنولوژی پیشرفت کرده عربستان خیلی نو شده، اونجا برای خودتون زندگی کنید. ما ایرانی ها آتش پرست نمیدونم با قول شما ها نجس و ناپاک رو با حال خودمون بذاریم، با همون سرزمینی که 1400 سال شما ویرانش کردید دست از سر ما بردارید. دیگه سخنی بیش از این نیست.